مسجد محمد در واشنگتن یکی از قدیمی ترین مساجد منطقه افریقایان امریکایی در ایالات متحده به شمار می رود. بیش از 500 مسلمان افریقایی الاصل امریکایی که نسبت به تعداد عبادت کنندگان سالهای 1930 بیشتر است در اینجا عبادت می کنند. طالب شریف، یک سرباز متقاعد نیروی هوایی ایالات متحده، امام جدید این مسجد است. و می گوید تجارب مسلمانان سیاه‌پوست از سایر مسلمانان مقیم ایالات متحده متفاوت است. در ایالات متحده بیشتری از افریقاییان امریکایی الاصل سابق به کلیسای عیسوی رابطه داشتند، هرچند ما مسلمانیم، ولی بیشتر از اعضای خانواده ما در مورد اسلام اطلاعات کافی ندارند. بنابراین ما باید برایشان بسیاری مسائل را شرح بدهیم. ما باید بیشتر وقت خود را با اطرافیان خود بگذرانیم، زیرا از لحاظ مذهبی اقلیت هستیم. جوسلین کول 24 سال عمر دارد. او با تعادل میان زندگی عیسوی و فرهنگ اسلامی بزرگ گردیده است. مادرش عیسوی است، در حالی که پدرش قبل از تولد وی به دین اسلام مشرف شد. زمانی که من در ماه رمضان با پدرم بودم، من حیث طفل به خاطر دارم که به خاطر خریدن خرما به دکان می رفتیم که روزه را افطار می نمودیم. حتی اگر من تمام روز روزه هم نمی گرفتم یا نمی دانستم، مگر خوردن خرما را با پدرم در هنگام غروب با یاد دارم. در حالی که خانم ها در اتاق مخصوص با هم دیگر احوال پرسی می کنند، کارمندان آشپزخانه غذای شام را که از گوشت مرغ، برنج و لوبیا ترتیب گردیده بود آماده ساختند. رمضان برای ابراهیم مومن که نواسه یک غلام بود، یک فرصت مهم جهت تشریک عقیدهش با غیر مسلمانان شمرده می شود. ولی وی می گوید به دنبال 11 سپتامبر بیشتر امریکایان از مسلمانان در حراسند و از اسلام بیخبرند. من در یک ضیافت بودم و آنها از من سوال کردند که از کدام کشور آمدم، زیرا بیشتر امریکایی ها گمان می کنند که هم مسلمانان از کشورهای دیگر آمدند. من از ایالات متحده ای امریکا آمدم. در پاسپورت من هم همان چیز نوشته شده که در پاسپورت تو نوشته شده است. امام شریف میگوید از زمان ختم برده‌داری در سالهای 1860 رابطه مستحکم میان تلاش تاریخی امریکایان افریقای الاصل با منظور آزادی، مساوات و فرهنگ اسلام برای جستجوی آزادی روحی وجود دارد. با گفته وی، رمضان برای مسلمانان سیاه پوست امریکایی فرصت است برای بخاطر نگه داشتن این امر. ما از بردهداری بیرون شده ایم. این سفری بود که در آن شاهد آزادی بشریت بودیم. مسلمان شدن به واسطه این تجربه سه کلمه را روشن می سازد: آزادی، عدالت و مساوات. این آنچه بود که ما می خواستیم و هر انسان آرزوی آن را دارد. برشنا عمر خیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.